امید که هفته خوشی را سپری کرده باشین و اینک باز هم من شهلا پوپل با پیشکش برنامه امروز در خدمت شما قرار دارم و امیدوار هستم که برنامه امروز مورد توجه و علاقه شما قرار بگیره و تا آخر برنامه مرا همراهی بکنه. در برنامه امروز سخنایی دارم در مورد جشن استقلال و یا سالگرد روز استقلال افغانستان و ویدیو کلیپ های به ارتباط با او هست و قسمت دوم برنامه مربوط میشه به راهبردهای جدید که از طرف ایالات متحده آمریکا اعلام شده در مورد او هست و اگر وقت باقی بماند ما آهنگ هم خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. خب در شروع باید بگویم که روز سالگرد استقلال بر تمام افغانای عزیز، افغانای شجاع در سراسر دنیا و مخصوصا افغانستان عزیز تبریک میگم و روزی بسیار پر افتخار بوده و ای که شاه امان الله غازی یکی از بهترین شاههای افغانستان، یک ابرمرد، یک قهرمان تاریخ افغانستان بوده و شاه امان الله غازی در اژدها 92 تولد شد و در سال 1960 از دنیا رخت بست و وفات کرد. و خب امان الله خان یک شخصیت واقعا برازنده بود که 10 ساله که در افغانستان سلطنت کرد، در 10 سال کوشش کرد که افغانستان مدرنایز کنه و یک تغییرات بسیار عالی در اجتماعی و سیاسی در افغانستان رونما کند و به صورت مکمل از یعنی از نفوذ بریتانیا یا انگلیس ها کاملا بیرون باشد. خب این در حال صورت گرفت که خب سالهایی که در دنیا، در اروپا سالهای انلایتمنت بود و اندستریالیزم بود و تغییرات بزرگ در دنیا به وقوع پیوست که البته قبل از انقلاب فرانسه انلایتمنت بود و بعد از او اندستریالیزم که تمام کشورهای اروپا شروع کردن ای که مدرنایز شوند و هم در ضمن سکولاریزم هم که امی یک قسمت از امی مدرنایزیشن بود و هم در اروپا و که بعداً در امریکا هم صورت گرفت. خب در اینجا امان الله خان وقتی که به اروپا رفت و این تمدنی که در دنیای غرب رهنما گردیده بود اینا را دید و این بسیار آرزو داشت تا بتواند یک افغانستان مدرن و پیشرفته مثل کشورهای اروپایی داشته باشد و در ضمن کسان دیگه، رهبرای دیگه مثل اتاتورک از ترکیه و رضا شاه پهلوی در ایران، اینا هم آرزو داشتند تا هر کدام آرزو داشت تا این کشورها در قطار کشورهای مدرن دنیا قرار بگیرد که خوشبختانه اتاتورک موفق شد تا اولین کشور اسلامی بود که سکولاریسم با وجود آورد، در یارونما کرد در کشور خود که در قد دین و سیاست از هم جدا کرد و ترکیه را یک کشور مدرن ساخت و در پهلوی او رضا شاه پهلوی او هم زیاد کوشش کرد و او هم تا اندازه زیاد موفق بود. اما وقتی که ما بریم به امان الله خان، امان الله خان بسیار کوشش کرد. خب مشکل امان الله خان ای بود که در کشوری چون افغانستان
که از نگاه موقعیت جغرافیایی یک کشور بسیار عمده بود و در پهلوی هند قرار داشت و در اون زمان هند تحت سلطه مستقیم بریتانیا بود. خب در اینجا که امان الله خان بسیار زود و بسیار آنی خواست که امچه تغییرات را بیاره، اما در افغانستان امکان نداشت، چون از یک طرف انگلیس تصرف کرده بود هند و از طریق مرزها اندوهایی که با چادری هایی که بعداً در افغانستان رایج شد، اصلاً یک منطقه هند او چادری ها یا برقه ها را داشتن، با او چادری ها جاسوس ها داخل افغانستان می شدن و این توانست که یک بدبختی و یا یک بلاک در پلان های امان الله خان به وجود بیاره، چون اینا جاسوس هایی که داخل افغانستان با چادری ها داخل می شدن، اینا در حقیقت روحانیون افغانستان تحریک می کردن و این باعث شد که این روحانیون زیاد فعالیت های ضد امان الله خان کردن، امی نمی خواستن که افغانستان مدرن باشه و اینا ابی بلای کلکانی را زیادتر تحریک کردن و به این کمک ها کردن، کمک های مالی و نظامی از طرف انگلیس ها صورت گرفت تا ای که امان الله خان مجبور شد که فرار کنه به هند و بعدا به اروپا رفت که در سویتزرلند در اونجا ای وفات کرد. خب امان الله خان یک شخصیت بسیار زیاد ترقی خواه و یک شخصیت بسیار زیاد برازنده افغانستان بود، یعنی قهرمان بود و شخصیت بود که اون نه تنها از طرف پشتون، او تنها برای پشتون نبود، امان الله خان برای پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، برای افغانستان یک قهرمان بود، برای افغانستان میخواست خدمت کنه، برای افغانستان میخواست که یک ترقی و یک افغانستان مدرن بیاره و این کار درست نیست که اگر ما تاجیک هستیم یا هزاره یا ازبک، بخاطر که امان الله خان یک پشتون بود، ما امان الله خان خدای ناکرده بخوایم توهین کنیم، چرا که امان الله خان یک شخصیت بسیار بزرگی بود و نمیتونه آدم ات یک شخصیت را که افتخار افغانستان بوده او را توهین بکنه و ما و همچنان کسی که بعد از امان الله خان که در از خانواده محترمش بود و چندین بار به تلویزیون ها حاضر شد، شاهدخت بود که به نام اندیا یاد میشد و خانم یا بانوی بسیار زیاد با فضیلت هست که ما میریم به یک ویدیوی از این خانم با ما باشه. پدر بزرگم یک جمله بسیار خوب گفته بود، داخل شدن به افغانستان آسان است، بودن به افغانستان، ماندن به افغانستان سخت است. هیچ کس به اینجا نماند، همیشه ملت افغانستان قوی بود، از قرنای پیش همیشه جرأت داشت، همیشه مثل پدرم جرأت داشت، همی سپاهی و همی مردم افسر و از پیش امروز از اردو افغانستان ما شخصا ممنون هستم که ما را نجات میده، ما را دفاع میکنه، وطن ما را دفاع میکنه و از پلیس هم ممنون هستم که ما را امنیت میده به شهرهایی که زندگی میکنیم اینجا و اینا قهرمان افغانستان امروز هستن، مثل مثلا یک ایغو قهرمان افغانستان که بود، وطن پرست که بود، امچه مسعود، اونا رو همه که امروز هیچ کس نامش نگرفتن. حالا آدم یک کسی میتونه بگه که بسیار غلطی شد و هر کسی غلط میکنه، مادرم میگفت که کسی که اشتباه میکنه ببخشین، فرشته نیست. خب یک هر کس، ما انسان هستیم البته، او رو هیچ کس یاد نکرده، او وطن پرست بود
در زم دیگه امروز با او وقت بسیار فرق میکنه ولی بعد همسایه ما خب بیننده عزیز شما این ویدیو رو تماشا کردین ما ای را با فیسبوک شریک کردم با دوستان فیسبوک و ای را خاص برای ای تقریبا 5 روز پیش و تا از بعض دوستای فیسبوک تقاضا کردم تا ای ویدیو را شیر کن یا شریک کنن دیگه افغانای عزیز همچنان دلیل ای که چرا ای کار کردم برای ای که ببینین احمد شاه مسعود هم یک قهرمان ملی افغانستان بوده ما نمیتونیم که ایران نادیده بگیریم احمد شاه مسعود قهرمان بود که در مقابل روسها مبارزه کرد و قهرمان بود که در مقابل طالب و پاکستان بسیار مبارزه کرد حتی در یک ویدیو احمد شاه مسعود گفته که حتی که برابر کلایم جایم باقی بمانه اما در مقابل پاکستان و در مقابل طالبان می جنگم بر آزادی و استقلال افغانستان ای که در دوره احمد شاه مسعود اشتباهات شده در این جای شد و ای که قتل و قتال شده در راه آزادی خواهی نخواهی قتل و قتال صورت میگیره اما این آدم زیادترین زحمت کشید و کوشش کرد و هیچ وقت زحمات و مبارزه احمد شاه مسعود نادیده گرفته نمیشه و هم باید در اینجا ما برای اتحاد مردم افغانستان باید بگویم که احمد شاه مسعود تنها از مناطق تاجیک نشین ای چی نمیکرد دفاع نمیکرد احمد شاه مسعود بر تمام افغانستان زحمت کشید بنان همینطوری که ما میگیم که امان الله خان یا وزیر اکبر خان که یک آدم قهرمان و شجاعی بود که در مقابل انگلیسا جنگید و یا میرزمان خان و یا احمد شاه باباره که میگیم که یک شاه بزرگی بود که افغانستان از ملک طوایفی نجات داد و یک افغانستان بزرگ با و که یک دولت مرکزی داشت با وجود آورد بناهن ما باید ایران بگویم که احمد شاه مسعود هم یک قهرمان بوده ما نمیتونیم بگویم که احمد شاه مسعود یک تاجیک بود بنان مربوط ما چون پشتون هستم نمیشه و نباید او را ما در لیست قهرمان های افغانستان بیارم نخیر احمد شاه مسعود هم یک قهرمان است ما تاجیک ها ما پشتون ها و تاجیک ها و هزارا و ازبک باید ای را بدانیم هر قهرمانی که در افغانستان هست ما باید به او احترام کنیم چرا که هر کدامش برای یک افغانستان واحد اینا قهرمانی کردن و مبارزه کردن و هم باید بگویم که ما در فیسبوک خود تقریبا هفته گذشته که برنامه خود هفته پیشتر داشتم یک تعدادی که دوستای فیسبوک من نبودن برنامه مرا اینا شریک ساختن و گفتن چون ما پشتون نیستم دروغ میگم و چون پشتو را نمیفهمم ما باید بگویم که اول زه پشتنایم او زه پشتو پویجم خب زما کورنه او مورنه جبه پشتو نده اما زه پشتو پویجم خو تمرین نلارم زه ده هر نوه قومی او جبنه تحصیبونو پرخلاف کهیم و ای را ما باید بگویم که تنها یعنی تمام پشتون ها به پشتون نمیتونن صحبت کنن پشتون هایی هستن که در کابل یا در مرکز افغانستان یا در شمال افغانستان یا در هرات هستن که پشتو یاد ندارن و اما هر دو زبان ملی افغانستان است بر دو زبان احترام است و این کسانی که این چیزا را میگن این خودش یک تعصبات است یعنی تعصبات دارن یعنی اگر ما بگویم که ما خودم همچنانه که گفتم که زه پشتنه ایم خو در اصل زه هم پشتنه هم هزاره هم ازبک او هم پشتون او هم هزاره ایم او په هر قوم که
په هر قوم کې ظلم کیږي زه خپل ځان د هغه قوم ګڼم. خو ما ایره دوستان عزیز باید بگویم که ما کدام تعصب پشتو و فارسی ندارم. ما هر دو زبان دوست دارم و هر دو زبان ما باید احترام کنیم، زبان ملی افغانستان است. و ما امیدوار هستم که ای افغانستان اگر ما افغانستان مشترک میدانیم و یک مملکت واحد میدن، باید کل ما به صلح و صفا زندگی کنیم. و ای که ما در داخل افغانستان میگیم این قهرمان تاجیک است و این قهرمان پشتون است، معنی است که ما در یعنی غیر ارادی ما افغانستان در داخل تجزیه کردیم. بنابراین ما به عیسی یک افغان، ما به شما دوستان و بینندگان عزیز و افغانای عزیز میگم که شما یک افغانستان به مو شکل متحد یک افغانستان یگانه نگاه کنین و این تعصبات قومی را دامن نزنین. ما میریم ببینین از روزی که آقای گلبدین حکمتیار تشریف آورده این مسائل زیاد دامن زده. ببینین من در هفته گذشته یک ویدیوی از آقای حکمتیار گذاشتم که در او مسائل زبانی را بلند کرده و هم در این هفته من دو ویدیوی از آقای حکمتیار دارم که نه تنها زبانی هم قومی و هم مسائل یعنی توهین به یک قهرمان ملی افغانستان کرده. میریم به ویدیوی از آقای حکمتیار. در حکومت امریکایی کابل سهم غیر پشتون ها به حدی زیاد و پررنگ است که سهم پشتون ها با آنها اصلا قابل مقایسه نیست. وزیر خارجی از بحث بریتانیا در برابر پارلمان کشور خود اعتراف کرد که سهم پشتون ها در حکومت کابل و نیروهای اردو، پلیس و ریاست امنیت آن کمتر از 5% است. به این در حالی است که بنابر احصائی ملل متحد 65% ملت را اقوام پشتون تشکیل داده است. ببینین بینندگان عزیز، این در اینجا چی میگه؟ میگه نقش پشتون ها چقدر، نقش زد دیگه اقوام چقدر است. و وزیر ازبق بریتانیا میگه که سهم پشتون ها کمرنگ است، یعنی 5% است. اول آقای حکمتیار تو از وزیر ازبق بریتانیا نمایندگی میکنی یا از یک افغان؟ خب تو بر او کار میکنی یا بر افغانستان؟ خب ای یک مسئله که خود نشان میده که آقای حکمتیار تو وابستگی داری، تو برای تفرقه قومی آمدی. و حال میریم به و موضوع دومی که ای دوباره شروع کرده سر موضوع زبان، میریم به ویدیو بعدی آقای حکمتیار. په خپلو تبلیغاتو کې موږ دا رسنۍ ګورو چې د پردیو ژبه کاروي، نور خو لا پرېږده چې د پردیو لپاره دروغ وایي او د جنګ اور ته لمن وایي، فتنې راولاړي، د پردیو فرهنګ او کلتور په افغانانو باندې تحمیلوي، حتی د پردیو د ژبې لپاره کار کوي. زموږ ملي ترمینالوژي هم نه مراتوي. زموږ وزارت داخله ته وزارت کشور وایي. زموږ وزارت عدلی ته دادستان وایي او سانوالی ته مو دادستان وایي، پوهنتون ته مو دانشګاه وایي، محصل ته مو دانشجو او دانش آموز مو متعلم ته وایي، ولسی جرګې ته مو مجلس نمایندگان وایي. د ایران رسمي ترمینالوژي دلته کاروي، د ایران د حکومت. لا په ایران کې یو اصطلاح نه وي جوړه شوې چې دلته ډېر ورباندې شپنګ وي او ډېر په غلطه توګه کاروي. خب در اینجا بینندگان عزیز شما تماشا کردین که آقای حکمتیار در اینجا چی میگه. اول ما باید بگویم که این یک تفرقه زبانی است. آقای حکمتیار، خودت خواهی هیچ وقت به زبان فارسی علاقه نداری و هیچ وقت نمیخوایی در زبان فارسی
سخنم بگویم. و در مسئله دوم باید بگویم امروز ما تکامل زبان پشتو رو میبینیم. این یک افتخار است برای کشور افغانستان که زبان پشتو تکامل میکنه و زبان پشتو لغات نو ساختن که این بسیار یک چیز خوب است. یک زبان باید تکامل کنه و تو آقای حکمتیار در زبان فارسی تو حق نداری که دست در زبان فارسی هم یک زبان فارسی است. ای که از بلخ و از تخار رفته به ایران به نام پارتی بود و آل به زبان فارسی است. با او ما به زبان فارسی خود یک زبان مکمل داریم لغات. ای که ما او را استفاده کنیم یا لغات مثالش او به شخص خود ما مربوط است و به خودت آقای حکمتیار که ما باید در مورد سابقیت بگویم که خودت آقای حکمتیار تو اول نوکر کمونستا بود، کمونست بودی، نوکر روس بودی، بعد رفتی پاکستان نوکر پاکستان شدی، بعد یک دوره خودت نوکر ایران بودی. ای که آل میگی که ایران و زبان پرده جبه دی، نه خیر، پرده جبه نیست، زبان فارسی هم یک زبان فارسی است که در تاجیکستان، ایران و افغانستان صحبت میشه و بعد از ایران تو مزدوری ایران کردی یک دوره، بعد از او دوباره رفتی و نوکر پاکستان شدی و تو در پاکستان زندگی کردی و 40 سال گاهی به ایران و گاهی به پاکستان بودی و تو چطور جرأت داری که تو امروز میگی که این زبان پرده است یا این زبان خود ما است؟ تو آقای حکمتیار آدمی که تسلیمیستی و در لست سیاه بودی و تو وقتی که آمدی گفتی گذشته ها را فراموش کنیم و ما باید یک صفحه نو آغاز کنیم برای سال آمدی. تو ببین که تو پیشتر درباره اقوام گپ زدی و حال در مورد زبان تو به مشکل خلق میکنی و همیست که تاجیکا فارسی زبان ها باز با پشتو و پشتو با فارسی تو یک جنگ یک نفاق میاندازی آقای حکمتیار. و حال میریم به ویدیو سوم. گلبدین حکمتیار روز جمعه در دیدار با شماری از باشندگان بدخشان احمد شاه مسعود قهرمان ملی را به همکاری با ISI متهم ساخت. کسی از احمد مسعود پرسید که چطور طالبان باور میکنه؟ گفت رفقای ما در ISI اطمینان دادن که طالب مزاحم شما نیست. مطمئن ما مطمئن است. اکنون پس از 3 روز رئیس اجرائیه در برابر این گفته های حکمتیار واکنش نشان می دهد و این گفته ها را اقدام مندانه می داند. تفسیرهایی که گفتم ناشی از اقدای حقارت است، هیچ وقت نام پاک و جایگاه این شهدا و بزرگان کشور خدشدار نمی سازد و اونهایی هم که این تهمت زدن و تحریف تاریخ بخواهیم که وسیله شورت خود بسازن فکر میکنم که از این طریق به جایی نمیرسن. رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود نیز این گفته های آقای حکمتیار را تبعیض آمیز گفته است. کسی را خداوند عزت داره باشه نه با این گپ ها میشه که اون را پایین بیاری و مردم را قضاوت خود کرده خدا میدانه رسولش هم میدانه همین، اما کسی را خدا ذلت داره باشه همیشه همین رقم در ذلت میباشه دیگه، این چه چاره میتونه بکنه؟ میشه آقای حکمتیار رهبران ائتلاف نجات برای افغانستان را به زر اندوزی و ساختن کاخ ها متهم می سازد و درباره شورای عالی صلح گفته است که این شورا هیچ نقشی در آوردن صلح به ویژه در آمدن خود وی به کابل نداشته است. خب آقای حکمتیار شما یک سمبول تفرقه اندوزی هستین. شما امروز یک قهرمانه این قسم توهین میکنین. شما فکر که ایچ پیامت ها داره؟ شما باعث شدین که یک تعداد امان الله خان توهین بکنن. شما فقط تفرقه انداختین. شما وقتی که یک قهرمانه شما میبینین که یک تفرقه قبلا هم هست در بین افغانستان، شما میبینین که یک قهرمان یک قوم او قسم توهین میکنین و او قوم یک قهرمان دیگر توهین میکنن. اینال شما فکر کنین شما سمبول بدبختی افغانستان هستین و ما برای ای که شما را بهتر معرفی کنم
و ما یک چیز نوشتیم و سرودیم که ما وقتی که شما تشریف آورده بودین برای بدرقه راه شما ای را نوشته بودم، اما ای را نخواستم بخوانم. اما امروز این حالت را که شما آوردین، من مجبور استم که بازم این شعری که به بدرقه راه شما سروده شده یا چیزی که نوشتیم خدمت شما تقدیم بکنم. تو ای ویرانگر مزدور به وجدان، چسان رویت شده آیی و برگردی به آن شهر و دیاری که قریب نیمه قرن کشتی و تباه کردی، به ویرانی کشانیدی همان مردم که بودی شهروندانت، همان میهن که بودی زادگاهت. تو ای قاتل، تو ای ویرانگر مزدور به وجدان، چسان رویت شده آیی ز بعد آن همه کشتار و قتل و جبر و استبداد، تباه کردی و ویرانی کشانیدی همه شهر و دیار و مردم خود را، همان مردم و تو بودند یار و یاور و هم میهن و هم دین و هم کشن. تو را نفرین گوید کوه و دشت و خاک و دریاهای آن کشور، تو را نفرین گوید کودک و پیر و جوان شهر. تو ای قاتل، تو ای ویرانگر مزدور به وجدان، چسان رویت شده آیی و برگردی به آن شهری که کشتی و گرفتی آن همه لبخندها و عشقها و شادمانیها، به آن ملک و دیاری که از آب و از هوایش از گل و سنگش به تو نفرین می آید، به آن ملک و دیاری کذاب و از هوایش از گل و سنگش به تو نفرین می آید. چسان رویت شده آیی و برگردی به آن شهر و دیاری که هزاران سال دیگر هم به تو نفرین خواهند گفت. تو از آبش بنوشیدی، هوایش را به استشمام بگرفتی، زبان و درس و تحصیلش فراغ کردی و چند بعد به آن آب و هوا و آن فضا آتش زدی، آتش فشان کردی در و دشت و بر و بومش. چسان رویت شده آیی و برگردی به آن شهر و دیاری که هزاران سال دیگر هم به تو نفرین خواهند گفت، هزار نفرین خواهد گفت. چسان رویت شده آیی و برگردی. خب بینندگان عزیز، امیدوارستم که از این شعر لذت برده باشین و حال میریم به چند اعلان بازرگانی، با ما باشین. عبدالرسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی، مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه کرای کوچکی، پول وکیل و انسپکشن شمایی پرداخته می شود. اگر توسط عبید رسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قویتان از سموی رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبید رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید.
شماره تماس 647-229-85. I owed the IRS $10,000. I owed the IRS $20,000. The IRS garnished my wages. They put a lien on my house. The IRS is the most powerful collection agency in the world. They do not give up until you pay. I couldn't sleep. We were being audited. I called Tax Solutions Now, and a great big weight was lifted off my shoulders. I called Tax Solutions Now, and they got the IRS off my back. Tax Solutions Now had my wage garnishment lifted in 48 hours. Tax Solutions Now can get you help. Our agents know the rules, can stop the pain, and get you the best deal. We saved our home and overcame the most powerful collection agency in the world. We connect you with a team of former IRS agents and tax professionals who get the IRS off your back. Time is running out. Call Tax Solutions Now. Call 800-601-2913, 800-601-2913. نگاه دیجیتال پروڈکشن در مکان جدید در جنوب کالیفرنیا با مدیریت آقای فرید ملکیار که در امور ویدیوگرافی و فوتوگرافی نام سرشناخته در جامعه افغانی دارند، دفتر جدید خود را جهت خدمت به شما عزیزان می گشایند. خدمات نگاه دیجیتال پروڈکشن شامل ویدیوگرافی، فوتوگرافی و تنظیم و تبدیل ویدیوهای خانوادگی، جشن‌های عروسی و محافل خوشی شما به DVD و بلوره می باشد. ضمناً خدمات دیگری چون کمپیوتر ریپیرز، دیتا ریکاوری، هاردویر ریپیرز و تنظیم و ترمیم سیستم‌های جادو تیوی را با قیمت‌های مناسب و سرویس بی‌سابقه به شما ارائه خواهند کرد. اگر نیاز به خرید آیفونز، آیپدز و وسایل دیگر مربوط به آن را دارید، می توانید آنان را با نزدیکترین قیمت از نگاه دیجیتال به دست آورید. آدرس جدید دفتر ما 7441 Garden Grove Boulevard, Suite E, Garden Grove, California 92841 می باشد. با ما می توانید نیز با شماره تلفن 949-275-4129 تماس حاصل فرمایید. Here's a dirty little secret. When you wash your face at the end of the day, you might only be cleaning the surface of your skin. To clear those congested pores, you need a deep clean. And today, you can get it with ProActive's incredible deep cleansing brush. And here's something even more incredible. You get the brush free when you order a ProActive system today. I love the deep cleansing brush because it really gets in those pores. I was using a brush that was over $200, and I like this so much better. This isn't just any brush. This is the only one from the doctors at ProActive, so it's specially designed for acne-prone skin. Call the number on your screen now to get America's number one acne brand for just $19.95. Be among the first 500 callers, and you'll also get the deep cleansing brush free. Plus, more secrets for flawless skin. That's a $93 value for just $19.95. You only have two hands, but you have a whole lot of bristles. This is such an incredible offer that supplies are limited. Call the number on your screen now. بینندگان عزیز برمیگردیم به متبقی برنامه. خب در این بخش برنامه در مورد راهبردهای ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان که اعلام شد در مورد او صحبت میکنیم، که البته این راهبردهای جدید امریکا در مورد افغانستان راهبردهای فوق‌العاده عالی هستند که تمام موضوعات را در افغانستان و آسیای جنوبی و حتی تمام دنیا در بر می‌گیرد، که این راهبردها از هشدارهای امریکا در مقابل پاکستان و هشدار امریکا در مقابل حراس افغانا و هم تا تمجید و ستایش هند و تمجید از اردوی افغانستان و
و هم اقدام هایی که باید در افغانستان صورت بگیره همه را در بر میگیره که ما در شروع میریم با اولین ویدیو کلیپ این موضوع و بعد میریم به تبصرهش. امریکا راهبردش را برای افغانستان اعلام کند. رئیس جمهور امریکا برای هراس افغانان که سرگرم فعالیت‌های تخریبی در افغانستانند، هشدار می‌دهد که آنان را نابود خواهد کرد. Terrorists take heed. America will never let up. هراس افغانان توجه داشته باشید که امریکا هرگز اجازه نخواهد داد تا شما پایدار بمانید. زیر مدیریت من برای نابودی شما میلیاردها دلار دیگر برای ارتش ما صرف خواهد شد و این شامل مقادیر زیادی در زرادخانه هسته‌ای و دفاع موشکی ما می شود. حمله به دشمنان ما، نابود کردن داعش، کوچک کردن القاعده و جلوگیری از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از هدف‌های ماست. در نتیجه بررسی جامع ما، راهبرد امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی به گونه چشمگیری تغییر خواهد کرد. در این راهبرد تازه امریکا، رئیس جمهور این کشور میگوید برای مقابله با هراس افغانان در افغانستان به فرماندهان جنگی اش صلاحیت های متام خواهد داد. من در گذشته محدودیت هایی که دولت پیشین در مورد نیروهای ما گذاشته بود را لغو کردم. فرماندهان ما اکنون به طور کامل و سریع با دشمن خواهند جنگید. به همین دلیل ما نیز صلاحیت های بیشتر را به نیروهای مسلح امریکا واگذار می کنیم و ساحه کارکرد آنها را گسترش می دهیم تا هراس افغانان و شبکه های جنایتکاری را هدف قرار دهند که خشونت و هرج و مرج را در سراسر افغانستان ایجاد کردند. پس از سال 2014 نظامیان کشور به تنهایی سنگینی جنگ را بر شانه دارند، چیزی که رئیس جمهور امریکا نیز از شجاعت نیروهای امنیتی در مقابله با هراس افغانان قدردانی می کند و نیز از کشورهای متحدش می خواهد که از این راهبرد پشتیبانی و آمادگی را برای مبارزه با هراس افغانان در افغانستان روی دست گیرند. ما از متحدان ناتو و شریکان جهانی خود می خواهیم که از راهبرد ما حمایت کنند و نیروهای اضافی و بودجه خود را با خط مشی واضح خود افزایش دهند. ما مطمئن هستیم که آنها این کار را خواهند کرد. از زمان اتخاذ موضع من روشن کردم که متحدان و شریکان ما باید به دفاع جمعی ما پول بیشتری بدهند و این کار را کردند. در این مبارزه افغانستان و نیروهای مسلح شجاع این کشور بار سنگینی را به همراه خواهند داشت. با آنکه پیش بینی شده بود دونالد ترامپ ممکن حدود 4000 سرباز تازه به افغانستان بفرستد، اما او در سخنرانی امروزش گفت که فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان با وضعیت و شرایط امنیتی و نظامی در این کشور بستگی دارد و این تصمیم در ماه‌های آینده و در مشورت با فرماندهان ارشد، مشاوران سیاسی و حتی نظامیانی که 16 سال چرخه جنگ در افغانستان را پیش بردند انجام خواهد شد. به گفته ترامپ زمان آن فرا رسیده که پاکستان تعهد خود را به تمدن، نظم و صلح نشان دهد. خب بیننده های عزیز، شما دیدین که پرزیدنت ترامپ و بخشن رئیس جمهور ترامپ در این قسمت چی راهبردهای زیبا و عالی برای افغانستان داره، یعنی در حقیقت یک فرصت طلایی دوباره برای افغانستان امریکا داده. ببینید این فرصت ها باید استفاده شود، برای ای که شما دیدین که در اینجا رئیس جمهور ترامپ در اینجا یادآوری کرد که محدودیت هایی را که آقای اوباما وضع کرده بود او را لغو میکنه و این کوشش تمام محدودیت ها از بین میره و تمام نیروهای امریکایی که در گذشته فقط برای
ترین و تجهیزات و تمویل اردو و ارتش نظامی افغانستان بودن و حالا خودشان داخل میدان به شکل گسترده داخل میدان اینا میدان مبارزه و جنگ داخل میشن که این خودش نشان میده که چقدر امریکا در این موضوع جدی است و چقدر میخواهد که مبارزه در مقابل این حراس افغان‌ها را به شکل جدی میخواهد یعنی پیش ببره و این خودش یک انشالله که یک قدم بسیار زیاد نیک است در افغانستان بعد از این قدر رنج و ظلم و کشتار و قتل و قتال که در افغانستان شد انشالله باشه که این راهبرد عالی امریکا در افغانستان بتانه که جلوی تمام این حراس افغان‌ها را بگیره و در اینجا چیزی که در اینجا از خب میریم اول به ویدیو دوم میریم و بعد تفسیر بعدی را میکنیم. پس از این فشارها بر پاکستان افزایش میابند. اسلام آباد که به پشتیبانی مالی و فراهم آوری پناهگاه های امن به حراس افغانان متهم است. ظاهراً راه برده تازه واشنگتن هم به هدف پایان جنگ در افغانستان روی همین محور میچرخد. Ladies and gentlemen, the President of the United States. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که کشورش دیگر نمیتواند در برابر حضور گروه های حراس افغان به ویژه طالبان در پاکستان خاموش بماند. Pakistan has also sheltered the same organizations. پاکستان به سازمان‌های پناه داده که هر روز تلاش می‌کنند مردم ما را بکشند. ما به پاکستان میلیاردها دلار پرداخت کرده‌ایم ولی آنها به حراس افغانان پناه دادند که ما با آنها در جنگیم. این وضع باید تغییر کند و این تغییر فوراً انجام خواهد شد. هیچ همکاری نمیتواند در مورد کشوری که به شبه نظامیان و حراس افغانانی که نظامیان و مقامهای امریکایی را هدف قرار میدهند دوام بیاورد. در این میان فشارها بر پاکستان، شکست حراس افغانان و کشاندن حراس افغانان به میز گفتگو موارد درشتین راه برده است. آگاهان استخباراتی هم باورمندند که اگر این بار پاکستان روی کردش در برابر حراس افغانی را تغییر ندهد، آمریکا به بلند بردن نقش هند در منطقه متوسل خواهد. خب در اینجا پرزیدنت ترامپ مستقیم هشدار به اسلام آباد داده که و به صراحت خطاب کرده که پاکستان یک پناهگاه از این حراس افغان‌ها هستند و سریعا به پاکستان گفته که باید در قسمت همکاری بکنه در قسمت از بین بردن این حراس افغان‌ها و در اینجاست که اگر خب معلوم دار وقتی اگر و چیز دیگه که بسیار مهم است که پرزیدنت ترامپ در اینجا گفته که پاکستان اگر همکاری نکنه خب ما میدانیم عواقب این حرف ناشنوی های پاکستان که در طول تقریبا 17 سال این پول گرفت به نام افغانستان اما هیچ کار نکرد و در مقابل امریکا هم خواسته هایش برعکس خواسته هایش عمل کرد و این که فعلا واکنش های پاکستان در این مورد چی هست اما موضوع اینطور معلوم میشه که امریکا هم میخواهد که پاکستان به انزوا بکشانه اگر پاکستان این چیزی که امریکا ازش میخواهد در مورد حراس افغان ها نکنه شاید این عواقب بسیار بده برای پاکستان داشته باشه و هم باید بگویم که این مسئله که امریکا سر پاکستان فشار آورده این یک موضوعی فوق‌العاده عالی امروز در نه تنها در منطقه نه تنها بلکه به تمام دنیا برای امنیت و سکیوریتی تمام دنیا به من جمله امریکا و اروپا و تمام دنیا تاثیرات بسیار مثبت خواهد داشت و انشالله که ما یک نتیجه چشمگیر بسیار عالی از این خواهیم داشت و حال میریم به ویدیوی سوم. حمایت کشورها و همپیمانان امریکا از راه برد دونالد ترامپ. دبیر کل ناتو می گوید در کنار همکاری شریک با اعتماد برای ماموریت جدید امریکا در افغانستان خواهد بود.
ناتو همچون گذشته خود را ملزم به حمایت از تصامیم آمریکا در افغانستان می‌داند و این پیمان از راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان پشتیبانی می‌کند. ما همکار خوب و با اعتماد آمریکا در ماموریت‌های این کشور بر ضد هراس افغانی خواهیم بود. هند از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان راهبرد جدید آمریکا را با گرمی استقبال کرده است. وزیر خارجه این کشور در اعلامیه گفته است پس از آنکه دونالد ترامپ خواهان همکاری هند در افغانستان شد، دهلی نو اکنون با آوردن صلح در افغانستان بیشتر از گذشته متحد است و از اینکه ترامپ پاکستان را پناهگاه امن هراس افغان گفته از آن حمایت میکند. ما استوارتر از گذشته در بازسازی و انکشاف اقتصادی افغانستان و آوردن صلح و ثبات در این کشور کار خواهیم کرد و روابط دوستانه با مردم این کشور را حفظ خواهیم نمود. بریتانیا از دیگر متحدان آمریکا از راهبرد جدید این کشور استقبال کرده است. ما در افغانستان برای کمک به حفظ دموکراسی شکننده در این کشور و کاهش آوردن در تهدیدات هراس افغانانه در افغانستان خواهیم ماند. فرانس مایکل ملبن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در صفحه رسمی تویتر نمایندگی اتحادیه در افغانستان نوشته است من از اعلام سیاست رئیس جمهور ترامپ در قبال افغانستان استقبال میکنم. حرکت به سمت ثبات گام بعدی است. مردم افغانستان به قدر کافی رنج دیدند. صلح امکان پذیر است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم در تماس با نخست وزیر پاکستان و همتایانش در هند و افغانستان آنها را در جریان تصمیمات تازه ترامپ گذاشته است. تیلرسون همچنان پس از اعلام راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان گفته است طالبان پیروز میدانهای نبرد نخواهند شد. به طالبان خاطر نشان میکنیم که آنها در میدانهای نبرد پیروز نخواهد شد. طالبان مسیر صلح و مشروعیت سیاسی از طریق راه‌حل‌های برآمده از گفتگو برای پایان دادن به جنگ را پیش روی خود دارند. ما از این گفتگوها حمایت میکنیم و از جامعه جهانی به ویژه کشورهای همسایه افغانستان نیز میخواهیم برای انجام این گفتگوها با آمریکا همکار شوند. همزمان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است که در گفتگویی که او با همکارانش در ناتو داشته خیلی از کشورهای این پیمان برای فرستادن نیرو به افغانستان ابراز آمادگی کردند. اما چین در این مورد واکنش متفاوت دارد. چین گفته است باید فضای همکاری مشترک میان پاکستان و آمریکا به وجود بیاید. پاکستان در خط مقدم مبارزه با هراس افغانی قرار دارد. تلاش های زیادی را بر ضد هراس افغانان انجام و قربانی زیادی داده است. ما امیدوار هستیم جامعه جهانی به تلاش های پاکستان در این راستا اعتراف داشته باشد. ما می خواهیم امریکا و پاکستان در آینده نیز همکاری های مشترک بر ضد هراس افغانی داشته باشند. راهبرد تازه ترامپ به انزوای پاکستان بیشتر تاکید دارد. اگر این کشور در مبارزه با هراس افغانی همکاری نکند، روزهای دشوار در پیش خواهد داشت. پاکستانی ها تا کنون در این مورد واکنش نداشتند. خب، بیننده‌های عزیز شما تماشا کردین که رئیس جمهور ترامپ از کشورهای متحدین آمریکا و شرکای آمریکا درخواست کرد که درخواست حمایتشان را کرد و این کشورها که ما دیدیم که وزیر خارجه انگلیس، وزیر خارجه هند و هم سردبیر یا دبیر کل نیتو و اینا همه پشتیبانی خود از این راهبرد تازه رئیس جمهور ترامپ یا امریکا در مسائل افغانستان پشتیبانی کردند و هم اینا رئیس جمهور ترامپ همچنان از این کشورها خواست تا در قسمت نیروهای نظامی و کمک‌های مالی بیشتر به افغانستان بکنن که اینا هم قبول کردن و در ضمن یگانه کشوری که کوشش کرد که در مسئله امریکا کوشش کرد دوباره پاکستان به امریکا نزدیک کنه و کوشش کرد که بعضی چیزایی که معلوم دار که درست نبود در مورد پاکستان گفت چین بود که در اینجا ما میبینیم که چین چند
منافع مشترک با پاکستان داره که یکی از او جمله هند است، چون هر دو کشور امی مسئله هند با هم نزدیک ساخته، امی وجه مشترکشان است. و هم در ضمن که باز ما ایره در هفته‌های آینده در این مورد روشنی می اندازم، در مورد ای که چین در مورد economic interest or security interest که ای داره، یا بگویم که در قسمت افغانستان و پاکستان هم در این شریک است که زیادتر موضوع امی معادن افغانستان و موضوع آسیای میانه و اینا رو در بر میگیره که این زیاد با پاکستان در این موارد یک جا هست. و هم نگفتن همونه که باید یادآوری کنم که چین از پول خود یا کمک کرده که بزرگترین سفارت افغانستان در خارج از افغانستان در پاکستان اعمار کنه یا آباد کنه، و این از پول خود. خب در اینجا سوال است که چرا؟ خب چون ما وقت کم داریم، در این مورد در آینده صحبت خواهیم کرد. اما در اینجا باید یک چیز من بگویم که قدردانی آقای ترامپ از هند بود، که هند واقعا در جریان این سالهای 17 سال کمک‌های زیاده بر افغانستان، هم از نگاه اقتصادی، از نگاه بازرگانی کمک‌های شایان بر افغانستان کرده و بسیار حمایت کرده افغانستان، که در این مورد رئیس جمهور ترامپ کمک‌های زیاده شد در این موارد زیادتر خواسته برای افغانستان، که بسیار خوب است. اما در یک مورد باید من اضافه کنم که دولت افغانستان، آقای اشرف غنی، رئیس جمهور اشرف غنی و محترم رئیس اجرایی دکتر عبدالله، اینا هر دو باید در این مورد باید بسیار زیاد کوشش کنند، چون این یک فرصت طلایی است که باز هم امریکا برای افغانستان ارزانی داشته و کمک کرده، و باز هم کمک های امریکا از سال 2001 تا به حال جریان داره. و نگفتن همانه که امریکا در شروعی که امریکا افغانستان نجات داد از گیر طالبان، از دولت یا سلطنت طالبان، و پول انگفتی بر افغانستان مصرف کرد و بسیار کشته ها داد و بسیار مصارف کرد که ما مدیون افغانستان، مدیون کمک های امریکا هست. و در ضمن باید بگیم که اما در افغانستان این پول ها همه دزدی شد و به جیب های مردم رفت، فساد اداری به درجه آخر رفت، آقای کرزی هیچ نوع توجه نکرد. امریکا مثل این کمک کرد بر افغانستان، مثل که لقمه تیاره جوید و فقط به دهن افغانستان گذاشت که وظیفه بلعیدنش بکنه، اما مو وظیفه بلعیدن هم به صورت کامل نکرد و ایره بر رانگ تیوبز رفت و بنالهای غلط رفت، چون که ای پولی که باید برای افغانستان مصرف میشد، ای پول رفت برای دولت مردا و برای کسانی که خیانت ها کردن. و ما امیدوار هستیم که باز هم امریکا چانس های طلایی و یا فرصت های طلایی برای افغانستان باز هم داده، اما این بار متوجه باشید آقای غنی و آقای دکتر عبدالله که این بار این چانس ها آقای ترامپ یا رئیس جمهور ترامپ فرمودن که باید این بار باید یعنی توصیه های بر افغانستان کرده که باید خود دولت افغانستان اصلاحات به اصلاحات چی معنی آقای ترامپ، آقای اشرف غنی، که یعنی اصلاحات بیارین، یعنی این تفرقه قومی رو دور کنین، این تعصبات باید در دولت افغانستان بشه، فساد اداری، فساد امنیتی باید نباشه. من به این فکر هستم که آیا با این کوشش های امریکا، اگر بازم این عناصری که برای طالبان و پاکستان، برای پاکستان کار میکنه، اگر بازم فعال باشن، پس این زحمت های امریکا هیچ نتیجه نداره. و در ضمن باید بگویم که آقای رئیس جمهور ترامپ در این مورد گفته که باید دولت افغانستان ما کمک میکنم، و در صورت ما کمک های نیروهای دیگر میکنم که باید دیده شد که افغانستان از نگاه امنیتی و نظامی چطور پیش میره. و هم در ضمن نمیخواد
که پلن‌های نظامی را و یا نیروها را قبلاً افشا کنند برای این که کشورهای دشمنان آمریکا در این مورد نمی‌خواهد که آگاه باشند و ما امیدوار هستیم که انشالله دولت افغانستان از این فرصت‌های طلایی به صورت درست استفاده بکنند. و دوستان عزیز، با برنامه ما در همینجا خاتمه می‌یابد. انشالله که هفته خوش در پیش رو داشته باشید با امید افغانستان متمدن و عالی. برنامه ما هم خاتمه می‌یابد. خداوند نگهدار شما. بانکوئت هال و رستوران میراش با شکوه‌ترین و مجلل‌ترین رستوران افغانی در آمریکا آماده پذیرایی از شما همیهنان عزیز می باشد. بانکوئت هال و رستوران میراش بهترین و با شکوه‌ترین مکان برای مراسم عروسی، شیرینی‌خوری و سالگرد می باشد. شما همچنان می توانید فاتحه و ختم قرآن را در این مکان برگزار نمایید. ما در بانکوئت هال و رستوران میراش از عالی‌ترین مواد برای تهیه غذاهای خود استفاده می‌کنیم. غذاهای لذیذ و اصیل افغانی در بانکوئت هال و رستوران میراش خوشمزه‌ترند. ساعت پذیرایی سه شنبه تا یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 8 شام، جمعه ها و شنبه ها از 11 صبح تا 9 شام. آدرس 22731 اسپن استریت، لیک فورست، کالیفرنیا. تلفن 949 افتر 16 43 23. عبدالرسولی مشاور صادق و قابل اعتماد در امور خرید و فروش املاک مسکونی و تجارتی، مشوره رایگان برای انتخاب وکیل، بیمه، انسپکشن و غیره. با خرید خانه، کرایه کوچک‌کشی، پول وکیل و انسپکشن خانه پرداخت می شود. اگر توسط عبید رسولی خانه بخرید، کمیشن فروش خانه قبیتان از سموه رایگان. با استفاده از خدمات مشورتی عبید رسولی، آرزوی داشتن خانه تانا برآورده سازید. شماره تماس 647-229-85. You studied hard, went to college, and achieved your dream, but it turned into a financial nightmare. If you have federal student loans and you'd like to reduce your payments, get more time, or have your loans completely eliminated, then we have good news. With one call to Student Loan Relief Services, you can find support and guidance. We've already helped thousands of people, and we can help you too. If you have $10,000 or more in federal student loans, you can qualify for payment extensions, payment reductions, or you may qualify to have your federal student loan completely forgiven. Call Student Loan Relief Services now to find out about your options. Take control of your finances and get out from under this burden. One of our student loan experts has the answers to your questions and great solutions to ease your financial burden. We're here for you. Call Student Loan Relief Services now. Call 800-733-6092. 800-733-6092. Credit card debt can ruin your life. If you owe $10,000 and minimum payments are siphoning away your paycheck each month, you can get debt-free in less time than you think. I've paid $800 a month for the past 3 years and haven't changed the balance on my credit card. Get Debt-Free Now has a program to reduce your debt, stop the harassing phone calls, avoid financial ruin, and settle for less than you owe. I feel like a huge weight has been lifted off my shoulders. You're pre-approved for our special hardship program if you owe $10,000 or more. Upon payment of your new lower balance, your debt will finally shrink until you are debt-free. My family no longer has 30 years of payments ahead of us at 20% interest. There's no fees until you see results. So call now. Make one monthly program payment and free up your cash. Resolve your debt. Call 800-274-4090. 800-274-4090. بنی آدم اعضای یک دیگرند
که در آفرینش یک گوهرند. باید بیاموزیم که به دین، زبان، رنگ و عقاید یکدیگر احترام بگذاریم. این تنها راه رسیدن به اتحاد و یگانگی است.